سلام، خوش اومدید به ارمی گیم شو و یه قسمت پر از ماجراجوی دیگه از بازی زلدا تیرز آف کینگدم که توی قسمت قبلی اومدیم به یه روستا و بعد از اینکه خب رفتیم سوال پرسیدیم که آره پرنسس زلدا کجاست، یه دفعه زلدا رو دیدیم و زلدا تبدیل شد به نور و پرواز کرد رفت یه جایی. خب حالا دیگه عملا از اینجا استارت می‌خوره که ما بریم زلدا رو پیدا کنیم. ولی خب ماجرامون از اینجا شروع شد. ما توی این روستا اومدیم به یک پناهگاه زیرزمینی، توی این پناهگاه زیرزمینی گرفتیم خوابیدیم و این حرفا، ولی چک نکردیم ببینیم. ولی فکر کنم اینجا اسلحه فروشیه دیگه. آره مفتی چیه ببینم، این فکر کنم قبلا خودش فیوز شده با یه چیزی. نه میتونه با اونم فیوز شه. خب این چیه قضیهش؟ در رابطه با آشپزی سلامت میخواد با همون صحبت کنه، آشپزی سالم. خب این میگه من از اونجایی فهمیدم که توی تازه واردی که خودم تازه واردم و اونا گوشتن منو مسئول آشپزی کردن، امروز میخوام براتون خوراک میوه و قارچ درست کنم، ولی به اپل یا سیب نیاز دارم. من یه دونه دارم، بیا. چی؟ یه سیب؟ من یه سیبم چه عجیبی میتونه؟ آی مرسی، برو بریم اولین قابل من رو میده به ما. بفرما، اینو خودمون پخته بودیم عزیزم. مثلا می‌خواست بهمون یه دستور پخ یاد بده، اینا رو خودمون کشف کرده بودیم. حالا دیگه بریم بالا، دیگه بریم بالا ببینیم ادامه ماجرا میخواد به کجا برسه. بعد با شما صحبت کنم یه وقت خودم برم بالا. خب حالا تو قسمت قبلی ما اینجا با یه دختری آشنا شدیم به اسم پورا که این پورا قراره به ما کمک کنه بریم به دنبال ملک زلدا. توی این مسیر گفت بیا اینجا پیش این برج دیدبانیه تا ببینیم چیکار باید بکنیم. خب اگه من اینو اینجا بذارم بعدم اونو اونجا بذارم. نه درست نه، درست نشد. ولی این جواب بده دیگه. سلام لیک، همه چی دیگه برای و لوازم ما هم جمع کردم دیگه. حالا این ترافل پوینت دیگه کار میکنه، یا در واقع کار خواهد کرد وقتی که تو یه سری قطعاتی رو براش بیاری. چه قطعاتی؟ برای چیز براش بده کنیم. hey! آره ما آمده ایم جاشو، دکمشو بزن. چراغاش روشن شد، کاش شب بود. واو ببین یه دونه دیگه همون بره. بای همه شون فعال شدن، ترابل پوینت ها فعال شدن. کنم از اینا بتونیم فست ترابل سریع کنیم به نقاط مختلف، درسته؟ میبینم که همه اسکای ویو، برج های اسکای ویو کار افتادن، راه افتادن نه کار افتادن. آره لینک، حالا نوبت توه، به چیکار کنم؟ برو اونجا و پوراپدت رو جلوی ترمینال نگه دار. الان فکر کنم ما رو شوت میکنه هوا. خیلی خب، حالا که برج رو فعال کردی میبینی که روی نقشت هم اومده این، که این به این معنی است که تو اینجا یه دونه ترابل پوینت داری که هر وقت بخوای بتونی بلافاصله واردش بشی و هر اسکای تاوری که بری اد کنی به مپت همین اتفاق براش بیفته، میتونی بهش فست ترابل کنی. جالبه مگه نه؟ بله فست ترابله، ولی اسکای تاور ها بیش از این هستن که فقط باشون فست ترابل کنی. اونا هدف اصلیشون اینه که منطقه رو بررسی کنن تا
ویژگی‌هایی که تو مپ هست رو برات تو مپ، یعنی مثل برج اساسنس کرید دیگه، باز میکنه مپ رو، اسکن میکنه محیطو. عالیه مگه نه؟ آره. فقط یه چیز هست که تو به یه پاراگلایدر نیاز داری وقتی که میخوای اسکن کنی اون منطقه رو، که خیلی کار میبره به ساختن اون. هیچ کسی اینجا نیست که از اونا داشته باشه. راستشو بگم، برای همینه که من هنوز خودم این قضیه رو امتحانش نکردم. ما به تو نیاز داشتیم که یکی بیاد اینجا پاراگلایدر رو برامون راش بندازه، که یعنی ما رو میرسونه به این قضیه که تو یه دونه پاراگلایدر به ما میدی. دا 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 دا. بسیار خوب، وقت شوه، وقت نمایشه، بیا شروع کنیم. بپر برو اونجا، لانچ کن خودتو تو هوا. جالبه. این چه مدلشه؟ این چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ بدون هیچ لودینگی. حالا دکتر پاراگلایدر رو بزنم برای اسکن کردن. واو چه جاله، این جدیده. اطلاعات داره میره پایین و بعد سب چه توی دستگاه بود. چه قشنگ، یه دونهش تازه. خب مپتون آپدیت شد. بله آسمون رو شدیدیم، اسکایش هم آزاد شد. چقدر پرت شدیم تو هوا، اصلا اینکه عجب زمین رفتیم بیرون اینقدر پرت شدیم هوا. الان اینجا زوده گلایت کنیم. یعنی واقعا بزرگترین ایده من این بود که اینجاش ویدیوه، عمرن بتونن رو سویچ هم چیز رو اجرا کنن دیگه. از این خفن‌تر قشنگ از بیرون جو زمین اومدیم رفتیم پایین. واه آرو بگیریم اینجوری سریع‌تر هم میره. دکمش کوب. بعد هر وقت هم بخواییم میتونیم بزنید از دوره. ما اومدیم. الالاد. خب دوباره خوش اومدی. واقعا حرکت گلایدینگ خیلی قشنگی بود. واقعا چیزی از این کمتر از این ازت انتظار نداشتم آقای لینک. خب حالا ببینم چه جور پیش رفت. آیا تونستی مپ رو خوب اسکن کنی؟ آره خیلی باحال بود. خوبه. حالا بعد بدونی که مپ واقعا یه بخش مهمی از این جستجوی ماست و یه سری اسکای تاورهایی هستن که در هر بخشی از مپ قرار دارن و تو حتما باید بهش همشون یه سری بزنی. آره بیا در رابطه با حالا آب هیول ها صحبت کنیم، همین که اینجوری رفته تو آسمون قصر و اینجور چیزا، که بیشتر از فقط همین قصر رو تحت تاثیر قرار داده. در واقع گزارش هایی از یک سری وقایع بسیار عجیب غریبی از سر تا سر هایرول داره به ما میرسه، که خب باستی توی مپت بریم اونا رو بررسیشون کنیم. معاملات های مختلف رو میخواه بگه. آره اولین گزارش داره از یه جایی به اسم هبرا در شمال غربی میاد، بعدش از یه جایی به اسم الدین در شمال شرقی. گرودو هم داره برامون یه گزارش های فرسته در جنوب غربی و در نهایت لانایرو یه جایی در شرق که مشکل داره. این چهار اتفاق عجیب همشون یه جورایی در مرکز هر چهار ناحیه این هایرول قرار دارن. پس هایرول چهار تا ناحیه وجود داره و وسطش هم اینجاست. دیگه دقیق نمیتونم بگم که چه خبره اونجا، ولی یه حدسی میزنم که ممکنه ما توی هر کدوم از این مکانها یه ارتباطی با قضیه پیدا کردن پرنسس زلدا رو پیدا کنیم. خب دوکی اون یکی داره الان صحبت میکنه. من نمیدونم آیا این کمک کننده باشه یا نه، ولی من یه چیزای عجیب غریبی اون روز شنیدم. یه قضیه بود در رابطه با یه کسی که پرنسس زلدا رو در ریتو ویلج دیده و اونجا پلو هبرا. خب پس هبرا اولین هدفمون میشه. خب خیلی عجیب میتونه باشه این قضیه. حالا که بحث شد، من خیلی نمیخوام در تو با شایعات صحبت کنم، ولی این یکی به نظر ارزش نگاه کردن رو داره. این کیه؟
خب پس اونا بالاخره این کار رو انجام بدن. وای ببین کی اینجاست. آقای پلیکان. اینجا رو ببین، تو همونی هستی که دیدم اون بالا داشتی تو آسمون پرواز میکردی. آره عالیه که آدم اولین نفر رو یه کسی رو میبینه که میتونه از این اسکای ویو تاور را بپره بالا و یه لحظه تاریخی رو اجرا کنه برامون. اصلا چیه؟ من لینکم. گفتی لینک، سب کن ببینم، یعنی واقعا اصلا لینکه؟ رفیق. تو دقیقا یه اسم هم اسم یه شمشیرباز بسیار معروفی، واقعا اسم جالبی انتخاب کردی، واقعا اسم سختی اگه بخوای اون انتظاراتی که از اون شمشیر زنه میزنه رو خودت گذاشته باشی. نمیدونه خدا. در ضمن من پن هستم و من برای لاکی کلابر گزت کار میکنم. همین گزت فکر کنم میشه یه جور نامه رسانی و اینجور چیزا. اینم برای اونا کار میکنه. من امروز قراره یه دونه مقاله بنویسم در رابطه با اتفاقهایی که داره اطراف دنیا میفته، به خصوص مثلا اسکای ویو تاورها رو که فعال کرده، یکی از اون مقاله هاست. بهتره برم سر کارم برسم. این روزنامه ما خیلی کوچولو موچولوه و تعداد کمی توش کار میکنه، ولی همین بعض زود داریم کارها رو انجام میدیم خودمون. آراسی اگه بخوایم ما یه گزارشگرم نیاز داریم، ما میتونی بهمون بپیوندی. به نظر میسه آدم شجاعی باشی که میتونه جالب باشه. ما نیوزپیپرمون روزنامه‌مون در هبرا قرار داره، توی ریتو ویلج، همونجایی که من می‌خوام برم. اگه خواستی بهمون سر بزن باشه فهمیدم. در موقع سورلانگ، سورلانگ یعنی خدا نگهدار، سورلانگ یعنی میخواد از اون کلمه استفاده کنه، ولی سور یعنی اوج گرفتن، سورلانگ. خب بریم اینجوری. میریم. خب ببین اونجا دونه از اون چیزه هست، بریم سمت اون. چجور نفس میکشی لینک؟ واو ببین اونجا دونه خیلی جلو نمیره. بریم برسیم به این اسکای آیلند تو آسمون، ببینیم چیه قضیهش. امیر عجله نکن. من یه دونه جعبه روش باشه. بله اینجوری میکنی؟ وای نه اینو بعد حواسمون باشه، استامینا داره. پسر چه شانس رو بریم، استامینا داره. اینجوری نیست مثل هورایزن فوربیدن ور نیست بزنی 24 مثل خفه مهم بده. او لارج زونای چارج، اینه که خیلی قوی بود. پر میشه؟ نه پر نمیشه. بذاریم اونجا، بریم اونجا این چیزه رو انجامش بدیم. حتی خیلی هم سریع نمیره ولی خب. ما تا زمانی که یاد نگرفتیم اسب رو چجوری راهش بندازیم، تو اینجا الان یه دونه اسب بتونیم راه بندازیم. آره ببینیم اینجا چه خبره. سلام من اومدم. ببین من میخوام اینو با اون ترکیب کنم. فیوز has already been used. نکردم. این فیوز شده از خودش. این چیه؟ ملاقه. خب بریم ببینیم اینجا چیه. اینجا احتمالا یه آموزش چیزی باشه. واقعا حس بدی دارم. سلام مسافر، از این چیز قرمزا خیلی دور ببون، چون اگه برای سلامت ارزش قائلی. مردم به اینا میگن گلوم و اگه بری روشون رفته رفته قدرتت رو از دست میدی، انگار که داره جونت رو از بدنت بکشه بیرون. من یه ذره از این گلومه رو دست دادم بهش و داغون شدم، اصلا داغون شدم، اصلا راه نمیتونم برم. و بدتر از همه اینه که برای اینکه بتونی حالت خوب بشه خیلی طول میکشه این اتفاق بیفته. خب ظاهرا اگه توی زیر زمینم باشیم و این بخوره بهمون دیگه بد جوری دهنمون سرویسه. هایرول فیلد چزم، اینو فکر کنم بعد با اون چیزه بریم توش.
زن اون یارو نظرش چیه؟ آره مثلا یه ذره برنامه چی میشه؟ اوه نه مسافر من دیگه گفتم دست به اون نزن. خب بابا خواستم امتحانش کنم چی اتفاق میفته؟ ای بابا الان اون قدرت تو میگیره. بی برون. وای اگه یه کم دیگه روش میموندم فکر کنم میزد ماکسیموم هلتمون رو نابود میکرد. خیلی چیز خطریه. وای ترسیدم بابا چه کاری میکنیم یه پشت سرمون. سلام رفیق قضیه چیه؟ آب چیز خاصی نگفت. آیا ما این الان میتونیم بکنیمش؟ نه فعلا زوده برای این. بریم تو مهارت آموزشیه ببینیم چیه. جویسین شراین معبد جوسین. خب شیپ روتیشن یعنی چی؟ یه شراین شیپ روتیشن داریم. آه پس همش هم اینجوری نیست که فکر کنی قدرت نه. بعضش هم واقعا معماست. اینو باید با این بریم. اینجا دیگه چیزی نبود. آب حالا این چی کار میکنه؟ اینو آورده میرون که چه اتفاقی بیفته؟ احتمال برای که پول بشه دیگه. خب اینا بساط داریم. این بساط شه بیاد پایین. خب چه جاله. یاد بچگی همون تو مهد کودک افتادم از این بازی فکری بهمون میدن. اینه که فکر نکنم همه چیزی نیاز داشتن. فقط نه نمیشه. یه سقف نرم من بخوام از اون کارا بکنم. مجبورم از همین سیستما استفاده کنم. چی شد؟ آه اول از همه این دوستمونو آر رو نگه میداریم میچرخونیمش. بعد بایستی حتی اینجوریش هم بکنیم فکر کنم. خوش میشد اینو با اون حالت تکان دادن دسته این بعد بچرخه. آب این یه دونش. آره دیگه نمیگیره اینو. مگه میشه؟ یه جعبه اینجا بود. اصلا خوب بده الان اوپال بدی. ها هیستی الکسر سرعتمون رو برای 4 دقیقه و 10 ثانیه افزایش میده. اینو چجوری باید درستش کنیم برای همه کاری؟ این اکسیرا رو یاد بگیریم خوبه که سرعتمون رو افزایش بده کنیم بتونیم تون تون تو محیط بدویم. خب حالا بعد اون سنگر ما دوباره بعدیم ببریمش. اینو باید صافش کنیم. حالا بساط داریم. اومد بود پسر. اصلا شانسی من گفتم یه قدرتی میخواد من ندارم. چجوری آخه میلیمتری اصلا معلوم نیستیم. شانسی کاملا شانسو. خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود. بگیم برو بالا دیگه. نمیشه برو از زیرش اینا میزنم. داشتم بیخیالش میشدم. گفتم خدای این یعنی چی اصلا. خیلی سخته اصلا معلوم نیست چجوری بر اون از تو اون رد شه. شانسی بود. خب اینو رفتیمش. شانس آورم که
بیخیالش نشدیم. خیلی عجیب بود. میبینم که اینجا یه دونه دوست عزیزمون. آقا خب ما اسب نداریم چیکار کنیم؟ بلد نداریم. الان بهمون یاد ندادن چجوری باید اسبو چیز کنیم. من از اینجا خوشم میاد. سلام. واقعا اینجا چقدر جای خوشگلیه. ای بابا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من شاد به نظر تنها برسم ولی من بهترین دوستم اینجاست پیشم، این اسبه. خب بهمون یاد بدید ما هم چجوری داشته باشیم. این دوست چهارپامو دارم میگم، خیلی بچه خوبیه. چی میگی؟ میخوای که غذا ازمون بخری؟ ببینم چی داری. شیرش رو ببین، شیر تازه. اینه شیر اون موقعای ما، شیرهایی بود که شیشه میفروختن به ما. خیلی باحاله. خب کره، هویج، گوجه فرنگی. من هیچ پول ندارم. خب برو دنبال کار دیگه. حالا ما چون باید خیلی بدویم، نمیم چیه اونش چرخه. نه چون باید خیلی بدویم. اینجا چه خبره؟ دیگه نزدیک داره میشه، مراقب باشی. اینا کی هن؟ برای خودم یه بسته نقلی الان درست کنم. بایستا بزنم اینا کی هن بر؟ کی اسمش؟ حازینا هستن. سلام لینک، یه همونه که بالای برج اونجا بود. آخرین باری که همدیگر توی قصر هایلولو دیدیم همدیگر رو یادته؟ آره من هازم، کاپتان این اسکواد هیولاکشی. بعد از جستجوم برای پرنسس زلدا در قصر هایرول، من دیگه حالا برگشتم دوباره به همون هیولاکشی ها. در حال حاضر ما داریم میریم به سمت یه هیولایی، قلعهش همین جلوتره. وقتیش نزدیک شدیم به بیسشون، ما صبر میکنیم تا موقعیت حملهش پیش بیاد. ببخشید که باید زودتر برم. کجا هست؟ هنوز نرسیدم بهش. یه همون با هم بریم بهش حمله کنیم. جمیعا با هم. هر بچه ها بیا نمتون. اینو بل کن. هستش اینجاست؟ بوله نا بیستی تمه. دیالوگاشون هم میگن. خودتون آماده کنید، حمله رو آغاز کنید. بایستان همه چیز دارم با این دوازده های بریم. حمله ایولا بیان جلو. میخوام این حرکت رو کنم. برو که اومد، برو جلو. نه هر تمون کرد بیرون آشکار. اون گنده هره که میخواد بزنه. اینو بعد خودم حسابشو برسم. باید سه چیز قوی پیدا کنم. اوپال نه، این چیکار میکنه؟ بذاری قصیر نداشت. این مانسترشون همینه. این هم داره خراب میشه. بذاری بینم بهش یخ بزن. نه کلن یه تعدادی مانستر هستن، الان میزنم وسطشون همه رو یخ میکنم. آب بزن بهشون. آب فایده نداره. همین آبی منو کش. بابا دایره زدم دیگه. نه از این لعنتی زیبا میخوام برای تو سکیروی بازی کنم، پری کنم. تو رئیسشونه آشکال با اون کلاهت. تموم، ما پیروز شدیم. یه نفر که مونده هنوز. کجاست؟ بله بله پیروزی برای ماست. برافو همه. لینک واقعا ممنونم که این کارا رو برای ما کردی. اگه اشکال نمیشه به اینجا صحبت کنیم با هم دیگه. اوه 100 تا روبی. واه 100 تا دونه بهمون سبز اضافه شد. بله حالا بریم لوت کنیم.
یا کلی چیز میز گیر آوردیم. این خونه چیه؟ اوه این پرچمه دقیقا اول برتافت بایل دیگه، یعنی اینجا قصر هایرول هم اینجا باید باشه. اوناشا ما بازی اول هم اینجا شروع میکنیم، ولی دیوارهای قصر هایرول نابود شده، نمیدونم چی شده. ما از این پرچمه فهمیدم اول بازی هم اینجا میایم تو شماره اولش. یکم اینا رو بزنیم. ندارم. گوشت نیاز دارم. خب بریم سمت این یکی. ها اینا رو ببین. وایسا الان بهتون میگم. قلقلیا قلقلیا رد کن بیا. حالا میخوام این اکسیر سرعت بخورم ببینیم چقدر تاثیر داره. سرعت اون فوق سریع میشیم. استامینا همون تاثیر نداشت، فقط سرعت همون زیاد میشه. مثل اسب میدویم. خب رسیدیم به یه چیز دیگه. اونا هایرول کسل اونجاست. اصلا بس بریم اونا اون بالا هم دقیقا شروع بازی اوله، ولی دیواراش غیب شده. دیواراش چی شده نمیدونم. کیه؟ بره بره. اوه نه این رنگش خرکیه، به نظر خطرناک میرسه. منم غذا نخورم و غذا بخورم. هیچی نهارم. وایسا ببینم حرف همین چیز خوبیه. بزن بزن تا بده بیم. بارچم بسته روش. بزن. بابا پریدم به خدا. اینا قوی هن آجی. برو برکن اینا قوی هن. پایده ای نداره. خب بازی اصلا اکس پی و اینچه نداره شما بخواید بزنیدشون. جورتو بخور ببار توی معبدت. اونجا میدونه چیز داریم. افیکس دیوایس، یک وسیله ثابت. خواهتون از این از اون این از اون معابد زمانیه. ببین با چیز به این بس شده، شاید بعد اینو بکنیم بس کنیم به چیز دیگه ای. حالا بعدا میام چکش میکنم. خب یه توپیه میفته پایین، برم روی این چی میشه؟ این میچرخه، پس باید اون توپه بره بخوره تو اون دیگه. این چیه؟ خب الان سبز شد، بزنیم کاری با توپه میکنه. نمیدونم واقعا این چیه. خوبی اینا چیه؟ معما یا اینو میتونیم بکن. آها ببین اینجا داره اون نشون میده این چی کار میکنه. این باید بره بخوره توی اون، عشان به اون داره نشون میده. گفتم اولش رو یادم رفت. این مثل یه میخ میره توی این. نه با این چی کار داری؟ دارم ببینم اینو باید چی کارش کنم؟ خب این الان به چرخه چی میشه؟ اون
بود چوبه رو زد توش. خیلی باحال بود. خب اینا این برشه، اون برم الان هست. جالب شد. خب ما اون رو زدیمشون تو. حالا اینو میشه بیارمش بالا. خب نه بخواهم این یک کمه دیگه بالاتر باشه، این نه جلوه اون باشه. آهان، حالا تازه راه رو تونستیم باز کنیم. این چیه این پشت؟ خب حالا ما بایستی چوب بیسبالمون هم درست کنیم. حالا دیگه میخواهر بخوردون. خودشه. وای پسر چه معمای عجیب غریبی داره، مخ میخواد. ایسه خوب بده حالا انرژایزر الکسیر که میزان استامیناتون رو به هم میگره. آخه بدبختی اینه نحوه ساختشو که نمیدی، فقط خودشو میدی. خب اینم از این معمایی که اینجا بود حلش کردیم. برو بریم. این افتاده اینجا، ببین این چیزا من دنبالش می‌گشتم پرچ افتاده اینجا. خب اینم حلش کردیم. خب ببین اینا ادور از اینا این بیرون گذاشته. این کاری نداره که دیگه اینجوری بکنش. خب اینجوری اینو میاریم اینجا، این چسبونمش، این بذاریم میریم بالا. اوپن چه زدم ها؟ اگه بذاره خب دیگه از این بر بریم. اینجا چیه؟ اینجا چشمه بوده. اینجا که ما نمیتونیم بریم توش. بذار ببینم. خب ما رو بگو، ما رو بگو. فکر کنیم خیلی مثلا داریم پیشروی بسیار زیادی انجام میدیم ولی نه، اصلا کاری نکردیم. خب من نظرم اینه که برگردیم به این بیسه، چون ما باید بریم اینجا. ما اصلا نمیدونم چرا از این وری اومدیم، اشتباه دیدم. ما باید بریم اینجا، علامت رو باید بذاریم روش، چون تو شمال شرق شمال غربی قرار میگیره اون چیزی که من دنبالشم. بریم رو سر اون، از رو بپریم ببینیم تا کجا میتونیم خودمون برسونیم. خب برگشتیم، حالا بریم این حرکت جالب رو انجام بدیم. خیلی باحاله، واقعا تکنیک باحالیه. ببین الان تو نقشه‌مون N یعنی نورت، یعنی شمال. ما میخوایم بریم به همین دقیقا همین جهتی که دارم میرم، نورت وست یعنی شمال غربی. و یه چیزی هم رو زمینه، یه نقاشی رو زمینه، واقعا بزرگ دنیاش. تو نگاه کن، دستمو گرفتم جلو نمیره. ولی حواس اون باشه، چون این الان اگه چیزش میریم میخوریم تو زمین. گلایدر رو باید تهش رو نگه داریم. بذار نگاه کنم ببینم اینجا که داریم میریم پایین، جای یه دونه از این معابد هست. آره یه دونه اون معابد اینجاست. بریم سمت این معبده، معبد به معبد میریم جلو همینجوری. اینجا هم بذار نگاه کنم ببینم میشه وسیله نقلیه ساخت. فقط اینجوریه، چرخ هم داره. آره چرخ هم داره. با چیزی داره که بشه کنترلش هم کرد. قارچه چیه؟ هایلینچ روم، میتونی بخوریش تا نصف جون بهت بده یا بپزیش که کارهای قشنگتری باید انجام بده. تو کی هستی؟ اینجا داری چی کار میکنی؟ من حمایتت میکنم. آخ ادیسون اسمشه. چی؟ وای لعنت بهت، وای پرزیدنت هاتسون. حالتون خوبه پرزیدنت هاتسون که؟ او ادیسون داره میگه وای نه من چی کار کردم. آه خدا رو شکر متاسفم پرزیدنت هاتسون، من دیگه اجازه نمیدم شما دوباره زمین بخورید.
واقعا اشتباه بزرگ نابخشودنی بود که همش تقصیر تو بود پسر جون که به من داشتی ظلم می‌زدی، حواسمو پرت کردی. آره من میدونم که این فقط یه دونه تابلو نشانه هاست، ولی من یه احترام زیادی برای پرزیدنت هاتسون قائل هستم، برای همین من این تقصیر رو گردن تو میذارم. این پرزیدنت هاتسون اینه، نمیذارم ببینیمش. واقعا غیر قابل بخششه. یعنی چی رئیس جمهور هاتسون؟ یعنی چی رئیس هاتسون؟ چی تو چیز در تو آقای هاتسون نشنیدی؟ ایشون رئیس کمپانی ساخت و ساز هستن و توسط خود پرنسس خانم انتخاب شدن به عنوان این مقام. پرنسس خانم ایشونو گذاشتن به عنوان مسئول قرار دادن این انبارهای تجهیزات و حالا ایشون بایستی کل بازسازی هایرول رو به دوش بکشن. البته ایشون همچنین سازنده شرکت ساختمانی هاتسون هم هستن در کنار اونها. حالا سوال من اینه، ببخشید الان دقیقا چی داری میگی؟ پسر جون من الان دقیقا وسط یه حرکت قهرمانانه توسط پرزیدنت هاتسون هستم. یعنی چی؟ میگه باشه حالا بذار من برات توضیح بدم که قبل از که بیام این تابلو رو نگردم چی کاره بودم. من این حرفا رو به کسی دیگه نگفته بودم تا کسی به من حسودیش نشه، ولی خب پرزیدنت هاتسون یه ماموریت بسیار ویژه به من دادن و اون این بوده که تمام این نشانها رو در طول مکانهایی که ساخت این انبارهای لوازم ساختمانی هاتسون هست قرار بدم. اینا نشانهای عادی نیستن و همونجور که میتونی به وضوح ببینی اونا چهره پرزیدنت هاتسون رو هم روی خودشون دارن، چهره شگفت انگیز ایشون با تمام جزئیات. واقعا نابخشودنیه که حتی این مجسمه این تابلو بیفته زمین، چه رسه که کسی بخواد بشکونتش. و بنابراین من تصمیم گرفتم که از ایشون ساپورت کنم، حمایت کنم. داره جوک دیگه، جوک نوشته داره اجرایی. ساپورت میشه ستون یا اینکه خودش به واسه ساپ حمایتش کنه. میگه من میخوام حمایت کنم از ایشون. نگران نباشین آقای هاتسون، من اینجا هستم مراقب شما هستم. خنگه این چقدر دیگه. ولی خب من که نمیتونم تا ابد اینجا وایستم، من کلی نشانه های دیگه هست که باید برم پخششون کنم تو کلش کشور. نمیدونم حالا چیکار کنم. خب رهاش کن، ولشون کن. چی؟ یعنی تو به جای من از اینها مراقبت میکنی؟ باشه من ولش کنم بیفته. وای نابخشودنیه، باز ولش کردیم افتادش. خب بعد بذاری من یه قدرتش بزنم. وای پرزیدنت هاتسون من از شما حمایت میکنم، منو ببخشید. این اینجوری گوشتن اینو بذارم جلوش. دقیقا اینو گوشتی جلوش دیگه. آن اون وایستاد. هار کردی؟ چی؟ پرزیدنت ایستادن. آه شگفت انگیز بود، من هیچ وقت فکر نمیکردم یه همچین اتفاقی بتونیم کنم. چیکار بکنیم؟ خیلی خوب حالا دیگه ما اینجا میذاریمش بمونه و ایشون بمونه دیگه موند. حالا بابا بس سفتش کنم و ببینم چیکار کرد. عالی شد. با کمک که تو کردی حالا پرزیدنت هاتسون میتونن با افتخار سر جاشون محکم بیستن و این واقعا قلب من رو از شادی پر میکنه و قلب ایشون رو. بیا این رو به عنوان تشکر از من بگی. رد روبی 20 دونه به اون میده. خب احتمالاً تو الان بعد از تمام کارهایی که کردی گرسنه‌ت هست. بذار یه چیزی باحالت بدم. وای ببین چی بهمون داد. هیستی ویجی رایس بولز. حالا نحوه پختش هم بهمون داده، بذارم چی نوشته. نه نوشته چه جوری درست شده. نوشته این فقط یکی از غذاهای محلی روستای کاکاریکوه که پر از گیاهای کوهیه. خب پس تو کوه یه چیزایی پیدا می‌کنیم. بله خب من هنوز نمیدونم چجوری بعدت بیشتر از این تشکر کنم. خیلی کمک بزرگی بهم کردی. بیا اینم یه چیز دیگه برای کلکشنت که یه هدیه ویژه از طرف من. حالا دیگه میتونم برم جای دیگه و این نشانهای دیگه رو بذارم. خب من دیگه من برم. ببین چه مهارت جالبی درست کرده بودن. یه سناریوی رو درست کرده بود که شاید خیلی ها ببینم ولش کنم برم، ولی یکی وایس اینجوری حلش کنه و این همه جایزه بگیره. خدایش من دلم نمیاد روباه بکشم. آره گوزن و پرنده رو آدم برای غذا میزنه، ولی اینا دیگه روباه نمیتونم بکشم.
بریم سمت معبد بعدی. اوه اون معبده خیلی بالا ماله هاست. البته ما راه های مختلفی داریم برای رسیدن به اون بالا ماله ها. یه زیری ازش پیدا کنم رفتم بالا. این مثلا آخو اینجا یه نمور زیر داره. اینم اسند بزنیم زیرش. آره دیگه این اسند میشه روش زد. آه برو بالا. لیز میخوره. آه بایست رو ببینم. اسند. واقعا اسنده چیز خوبیه. یعنی الان مثلا این تو برتافت وارد بود 2 ساعت بساط داشتیم تا بیایم برسیم این بالا. 3 سوت. بیا یه موتور هم اینجاست. حالا بذار همینجا باشه. بریم ببینیم این معدن این برو تو. خب ویندی دیوایس یک وسیله بادی. ایشودین شراین معبد ایشودین. خب یک وسیله بادی بعد درست کنیم. اینو بعد رو چی وصلش کنیم که بره بالا؟ اینجا هیچ وسیله نیست که ما بهش وصلش کنیم. مگر اینکه خودمون بریم روش وایسیم. اینجوری نگه داریم بعد راهش این بود دیگه دقیقا. خب حالا این دفعه چوب داریم اینجا رو زمین. این که قایقه، این مشخصه. دیگه واقعا مسخره است که نمیره. برو دیگه، باتری هم نداره بس که. حالا این چی؟ این باید یه جوری یه چیز زیرش بخوره بره بالا. اینجوری نکن. حالا اسن اله اوپال داد باز به ما. خب اینو حلش کردیم. حالا بعد زیر اینم بذاریم اینو ببره بالا دیگه. بالا. خب اینجوری بزنم نمیتونم بهش برسم. آم تکون بده میشه. یه دونه کمه برای این. گیر کرده بود خداییش. گیر کرده بود. باید با گراب میکشتمش بیرون. برو بالا. هله خب اومدیم بیرون، ادامه میدیم. دیگه میتونیم بپریم را. هر جا رو نگاه میکنی ای بای این چیه؟ با این درخت مثلا من با یه چیز آتشین یا نه با همین تبر رو بزنیمش. آتیش هم جالبه. بایست بایست راقب. وای
آی لعنت بیاد. این اصلا جون نداره. بعد داره میسوزه، نمیدونم. بعد ولی یکم سیب جمع کنیم. این درخت رو بزنیمش. وا وحشی. غلط کردم. بذار یه غذای خوشمزه بمون تا سرعتمون رو آزادش میده. بابا 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 بودو با آخرین ساعت فرا کنیم. اینجا یه دونه دیگه از اون سازه هاست. چیز بدیه، گیرم داده سپیچ. وا این چیه؟ هنو اون وریه رد نکردی میره اینه میرسی به اینکی اون سیب جلوش ریخته و قارچ این چیزا. نبشین نبشین امیر، بلندش کردی از خواب ریدی امیر. هیناکس، اسمش هیناکسه. هیناکس یه رو با درخت دعوا کن. بذار بکشمش با این درخت نداشته به جونم دیگه. او من هم تیر داشتم. او قد زد، یه دونه درخت براش. خب باعث من این رو تو تریلاش دم، یه کار جالب باعث. بس بندازه نمیخواد بنازی؟ خب یه بار با این درخت دعوا کن. آه اینو پرد کرد، حالا برو خود تو شد خودش. آه درختم اومد. با هم دعوا کنید، نه با من. با هم بیخیال شدون. نه آقا اینجوری کارمون نمیشه. اینجا این الان بلند میشه. اینا که اینجوری هم باید بشکونیشون سریع. بروکن آرم دمیج 20. خب چیز خوبی بود. بروکن آرم چیز خوبیه. حالا تصور کن بروکن آرم رو با یه چیز دیگه ترکیب کنیم. میتونیم بریم توش؟ واه اومدیم تو چاه بچه ها. خب حالا اینا رو چجوری بزنیم؟ اینا رو باید با یه اسلحه بلندی بزنیم. همینی که پیداش کردم 20. اینو بردار. دهن تو بیاری بیرون. اینه که راستی بلد بودیم چجور باید بزنمش اینجوری. بایستا هم جلو اینو اینجوری بنداز جلوش بیا بخور. آها بمیر. حالا برو جلو امیر. ببین دمجو بده. یه جعبه داد، شیلد داد جای این. نه منو برای چی خوری؟ پدر سوخته. وای شیلدمون رو ازمون گرفت. سلاحمون هم گرفت. بیچاره بیاد الان حسابتو میرسم. وایسا اونو بخور. ای راست میگی. این رفت تا قوتش نده اتفاق نمیفته. دقیق همه چیزی هم که خوره بود ریخ بیرون. بی تربیته. اینو من بیم چی توش بود؟ اوه سولجر شیلد، بکنم بهترین شیلد همون باشه این 16. بابا این دو چیه؟ برو بینیم پیکاره. این هم بعد خب حالا بعد بینیم چجور بریم بیرون. کاری نداره از هر جا بزنیم توی به سطح زمین.
اگه این نبود به این راحتی نمیتونست میان بیرون، ولی به راحتی روز شد. خب چند تا فلفل هم برداریم. خب باز این اومد. چه درخت پیله است. بردار بریم. هلی بردار بردار بریم. این هم بردار. بریم سراغ اون جونور گنده روی پله. از بغلش بشه یواشکی رد شو. سلاحامون ضعیفه. خب این دوتا رو با هم ترکیب کنم شاید چیز جالب توش در بیاد. یعنی اینو بنداز، بعد اونو بردار، بعد فیوز رو بگیر. اوه این چی شد؟ چماغ‌تبر شد. ای بابا خیلی جونش زیاده. یعنی الان ما ضعیفیم برای این. اینو بعد با تیر کمون بزنیم. این خیلی جونش دیر میره پایین. کاروک بریج. برو بریم. من اینجا نمیخوام وایسم. این چیه؟ آه ناراحت شد. اوه کله یک اژدهای دودی. بسر نگاه کنه هر 10 سانتی اتفاقی داره میفته. الان اون رد شدیم درخته رد شد رسیم به این. حالا ببینیم اینجا چیه. این همون چیز هست که از بالا میدیمش. نقاشی هست. اینجا موسیقیش که برام آشناست. اون سگه رو ببین. اینجا استابله. سلام پسر. یه مشتری. سلام و به سرنا استابل سرنا خوش اومدید. من یه جورایی الان وسط یه چیزی هستم که بعد برم به کارام برسم. چی شده؟ مشکلتون چیه؟ خب حالا که پرسیدی بعد بگم که همینجور که میبینی چرخ نداره. حالا من الان چرخ میرم. خب نوشتم برام یه دونه اسب وحشی برو بگیر بیار، هم یه دونه متریال بیار که چرخش درست کنم. برو بریم. باشه الان برم. خب اسب وحشی رو که نمیدونم کجاست، ولی اونا اون متریال اونجاست. ببین چه مزرعه ای. اونا اسب وحشی هم اونجاست. بوی سبزی گیاه ها رو میتونی حس کنی. اینجا اگه نیست. اوه نه این یه چیز دیگه است. بریم نمیدونم با این صحبت کنیم. این بکنم بخواه به اون یاده چجور بالون بسازیم. این چیه؟ مشعل؟ بله. اوه عجب سپرایزی که میبینم تا اینجایی بعد از این همه وقت. لینک این پا. آه این پا تو نسخه اولش بود. The Shika Elder. دقیقا این پیر محله شیکاست. توی نسخه اول اون دستگاهی که ما داشتیم اسمش پورا نبود، اسمش شیکا اسلیت بود، شبیه دسته ویو بود. این مسئولش بود. میگه من شنیده بودم که تو گم شده بودی و خب واقعا باعث خوشحالیه که میبینم حالا برگشتی و صحیح و سالمی، حالت کم و بیش. پرنسس زلدا چی؟ اونم حالش خوبه؟ اون کجاست؟ اون غیب شده. چی؟ اون هنوز بر نگشته؟ پس در اون صورت ما بایستی هر چی که میتونیم انجام بدیم که اونو پیداش کنیم. لینک
وقتی پرنسس زلدا گم شد یه اتفاقهای دیگه هم توی هایرول افتاد. در طول این آب هیول یه تصویر بزرگتری برای من از ناکجا آباد ظاهر شد. تصویری این نقاشه رو میگه، یه تصویر عجیب غریبی روی این چیزه، روی این تپه به وجود اومد. یه تصویر معروف چیه؟ ما به اینا میگیم جیوگلیفز، که یعنی میشه زمین نوشته های زمین، طرح‌های زمینی، که من شنیدم که توی جاهای دیگه این دنیا هم پیدا شدن اینا. کادو و من خیلی داریم اینجا رو میگردیم ناحیه به ناحیه و امیدواریم که همشون رو ببینیم. من فهمیدم که این جیوگلیف ها از فاصله های دور یه معنا، یه شکل خاصی دارن. از نزدیک من نمیتونم فهم اینا چی هن دقیقا شکلشون، برای همین تصمیم گرفتم که یه دید بهتر از اونا پیدا کنم و از آسمون نگاهشون کنم، و برای همین یه دونه از این بالونای پورا رو ازش گرفتم تا بیام این کار انجام بدم. حال کردی؟ خب حالا میخوایم بریم یا نریم؟ چیکار کنیم؟ تو بالا نمو درست کردی، ممنون بلینک. تو هم همراه میبریم، همراه هم بریم. برو آتیشش بزن تا بریم. چجوری باید کنترلش کنیم؟ نه با اون نه. خب این مشعله به امون داد کوش مشعله ایناشا. نه این دیگه نه، یه آهنه بگی دستت که این آتش نگیره. خب حالا ما میخوایم چجوری به این جهت بدیم مثلا؟ اومدیم بالا، خیلی اومدیم بالا، سرم داره گیج میره. چجوری بریم پایین؟ بعد خاموشش کنیم. ولی خب به هر حال در نهایت میتونیم ببینیم که این جیوگلیفه چه شکلیه. میدونی من توی کتاب‌های قدیمی روستامون یه چیزایی خوندم در رابطه با اشک اژدها، Dragon's Tears، که توی کتاب به این شکل نوشته بود: آنجایی که اشک ها بر زمین ریختند، ما تصاویری انداختیم که آن تصاویر محل تولد را نشان میدهند. خب اشکاش کجا ریخته اژدها؟ میگه من حدس میزنم که این یکی از همون تصاویره که بعد از اشک اژدها به وجود اومده. حتی از این فاصله من نمیفهم چیه. این راروه، این پادشاه پیشین هایروله و یه زونایه. نه نه من که نمیتونم بفهمم که این اشک اژدها دقیقا چیه. ولی میدونی اگه توی اون کتاب ها درست گفته باشن، یکیشون به هر حال بایستی نزدیک باشه به این موضوع اشک اژدها دیگه. یه جای همین نزدیکی هاست پایین. بذار ببینم، بذار مطمئنشم منظور از عشق اون چشمشه. عشقش که بریزه کجا میریزه؟ اونجا به اون معبده که نمیریزه قطعا. سنگ عشقش نیست؟ یه چیز هم رو دستشه. این برام یه ساختمونیه. اسب اینا ساختمون نیست همین. والا من نفهمیدم. این تموم میشه. حواسمون باشه. بذار این سنگا باشه. بذار برم ببینم اونم تکون میشه دادش. نه اینو نمیشه تکون داد. چیه؟ یه سنگ اینجاست. نکنه همین عشق اژدها. از بالا معلوم نبود. اینا از یه چیز مراقبت میکنن دیگه. علکی نیست که. چرا ما تیر نداریم؟ داریم.
خب خب بزن انفجاریه رو بزنم بیار ای نو مردو این دیگه چی بود؟ باتل تالیس نه باید بیان جلو باید بیان جلو بم 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 بیا جلو تر دارد دارد همینجور نگه هم دارم تا بیا جلو نمیخوای بیای پس بیای که اومد ها ها واسم واقعا بذار یواشکی بریم جلو اینو مواد منفجره بزنیم به اون سنگه نه تو من نایدی اسخره آه تو من نایدی درست همین درستش همینه که دیده میکنه این یه دونه بذار میتونم دو تا میشه همه رو درست همه رو اینا رو بندازیم این چرت و پرتا رو بذار اینا بنداز یا پایین همینو میخواستم یه چیز تیز بردار الان من ملخک میخوام چیکار واقعا نه نگفتم اون اشتباه کردی خورد حالا بشه دقیقا با میخوره به خودمون به چه درد میخوره خب این دفعه بذار یه جوری بریم جلو من میخوام حداقل یه ضرب به این سنگه بزنم قبل از که اینو ما رو ببینن قبلش بزنیمش چرت و پرتا بندازم سوت نزن بذار قرار بود نبینن ما رو الان نه برو بالا امیر بگیر روش سریع بعد اینو بکشیم این از این زود برو بالا این از این خب حالا یکسی که سنگ شکن باشه بعد همین خودشه نمیذارم از این پایین نمیذارم نه چی شد غیب شد اون تموم شد اون تموم شد اون تموم شد این بردا ای نامرد این داخل اون پایین حالا وقت اینه که این میندازه پایین هیچ کارش نمیشه کرد این بخور موش قضای مزخرف هم بخور جونه اون پرشه حالا وقت اینو برداری بدو این بو خیلی کم داره دمیج بخوره زود اومدیم سراغش اصلا اون خیلی ضعیف برای این هیچ انگار نه انگار خب من رو دست هم یه دونه دارم وایسا بزن ببین دمج ما رو ببین آخه این خیلی قویه خداییش این نمیشه الان چشم اجدار رو بل کن خداییش این من برورم سلاح ضد سنگ قوی داشته باشم یه گوله بیام بریزم رو سرش بریم اون دختر رو ردیفش کنیم اول با کن یکی از شاخهای اونا از اونجا پرد شده اومده اینجا ببین داریم یه دنبالمون خب ما برای اون دختره بریم چرخ بیاریم و اسب
یا این دوتا چرخ اینجاست. آره نگه هم داریم. آر کردی؟ این اولین حرکت. چی درست شد؟ بله پس درستش کردی؟ ممنونم. خب حالا اصلا ردیف کن، شد این روز اولش. به نظرتون اسب اگه مثلا یه کاریش بکنیم که با این، خب حالا اومدیم سراغ اسب. بچه ها باهوش هم هستن مثل که نایمده ما رو دیده. من رو دیدی؟ آره نگاه کن نگاه کن. یه ما وایسه میخوایم یه کاری انجام بدیم. مسخره بازی ها چیه؟ آروم باش. یاد شدن یعنی بدبختی. هنوز کار خودش داره میکنه، به حرف من کار نداره. یا باید رو اسب باید سوار کنم. نه اسبش بیا بس کن بهش ببینیم چی میشه. خب چه خوشگل. باورم نمیشه که الان یه دونه کالسکه برای خودم دارم. حالا که بهش فکر میکنم اون موقعیت که آشغال بود، ولی الان یه چیز شگفت انگیز شد. واقعا ممنونم از من اصلا خوشحال نیستم از این کاری که کردم. نقش داشتم تو زندان کردن یه اسب بدبخت داشت تو طبیعت برای خودش زندگی میکرد. یا صد تا پول بهمون داد. ولی خب ما فهمیدیم چجوری برای خودمون گاری درست کنیم. خب اسب فروش توی؟ آه ما یه اسب میخواییم. خب میگه اول باید خودتو ثبت نام کنی. لینک؟ آه خب باشه آقای لینک رو میرونیسیم اسمتون رو. شما ثبت نام شده همین. حالا بگو ببینم دوست داری سیستم های استرل رو براتون توضیح بدم؟ بگو. خیلی خوب گفت که حالا تو میتونی بیای اسبات رو اینجا رجیستر کنی و دیگه اون اسب میشه مال تو دیگه. حالا پونی پوینتس چیه؟ پونی پوینت ها چیزایی هستن که شما همینجوری به دست میارین با اومدن به این استابل ها. خب بعد این پونی پوینت ها رو که جمع میکنیم میتونیم اینجا ببینیم جوایزش چیه. ببینیم چیه جوایزش. میتونیم یه جایزه بگیریم. اومدم اینجا همین الان با هم صحبت کردیم. آره بفرمایید. شما دو تا دونه فقط دارید؟ نه میگه شما دو تا دونه دیگه بعد جمع کنید از این پونی پوینت ها تا بتونید یه دونه زین به دست بیارید. خیلی خوب لطف از اون اسبو بگیرم. چه اسب خوشگله این. پشتش اینگه پنیر. بس چه میذاریم پنیر اسم این اسب رو. هی بتونم بگیرمش البته. را نره دیگه مسخره. حالا گیر دادی. ماونت کن دیگه بابا. ببین هر وقت جهتتو نمیگیره باید یکم نازش کنی تا درست شه. بعد نگاه کن قانونش اینه هر بار که خودش جهت خودشو میره بعد صافش کنی بعد نازش کنی ال بزنی. نه الان نمیره. حالا ما می‌خوام اینو رجیستر کنیم. چجوری باید رجیستر کنیم؟
نه بیا اینور بیا اینور نازش کن. ببین تا برش میگردونی با هستی بزنی نازش کنی. این رفته رفته با هم رابطتون خوب میشه. آره میخوام اینو رجیسترش کنم. چجوری رجیستر کنیم؟ رجیستر پول بدیم؟ بله. ببین باندمون الان 26ه خب؟ و هرچی باش بهتر رفتار کنیم تا 100% هم میره دیگه. خب میگه ما معمولا برای هر اسب که بخوای اینجا ثبت نام کنی که تعدادش هم محدوده 20 تا سکه میگیریم، ولی اینجا رایگان اولیشو. و یه دونه هم به خاطر هر اسبی که بیای اینجا ثبت نام کنه یه دونه پونی پوینت هم بهت میدیم. حالا اسمش هم میتونیم بذاریم پنیر. اسم اسب رو بذاریم پنیر. پنیر بیا. پنیر. خب نوشته رو از اسب جدا شدی دیپد پایین بزن که برگرده. ولی خب اینو بدون که اسب تو جادویی نیست، اگه خیلی از دور باشی نمیتونه صدا تو بشنوه. از خراب آزی رو ببین. برو بری. آروم باش. آیسا. خب حالا میخوایم بریم داخل اینجا یه چیزای دیگه هم بود. آیسا جایی نریا. بریم یه قضیه چیه؟ یه اسلحه افسانه، یه سلاح افسانه ای گفتی؟ اونیا یکم بهش فکر کن این قضیه رو. این قضیه افسانه ای وقتی یه چیزی توی عنوانش یه چیز افسانه ایه، معمولا اینا فقط داستانه، نه اینکه واقعی باشن. معمولا اون سلاح واقعی باشه وقتی میگن یه سلاح افسانه ای. ولی یه هیولایی هم شایعه شده که وجود داره، اونم اون ولی به نظر میسه داستان واقعی باشه. نه 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 برو به هر استربی تو هایلور که میخوای برو، آدمایی رو میبینی که هیجان دارن برای اینکه یه هیولای اومده اینجا. همش دروغه. همین استبل دیگه جای همین اطلاعات به درد نخوره دیگه. ولی خب داره به ما میگه که بیا توی استبل های مختلف دنیای بازی و ماموریت بگیر و اطلاعات کسب کن. خب حالا این دو تا بحثشون اینه که بریم دنبال اسلحه افسانه یا بریم دنبال اون هیولایی که شایعش هست این اطراف داره میچرخه. گفت به نظر من بعد بریم همه استبل رو سوال پرسیم ببینیم چیه. داره به ما میگه هی ما بعد هر استبل بریم ببینیم اتفاق داستان به کجا میرسه. خب بعد نگاه کن مثلا اینجا الان دست و پخت یه غذای برامون گذاشته، گفته قارچو با گوجه اینجا ترکیب کن یه غذای خوشمزه گیرت میاد. بذار به سگه غذا بدیم باله. اینا فروشنده نشسته اینجا مسخره رو ببین. یه دونه گوشت خوشمزه، نه این گرونه اینا. گوشت گاو گرونه. گوشت مرغ بده. حال کن. حالا با هم دوست شدیم دیگه. ناز چرا نمیذاره بکنیم بهش. حال که علیا یه دونه نیامت بدم بیا. دیگه نمیخوای؟ من میخوام اگه بشه تو با من همراه بشی. آفرین پسر خوب. هیچ کاری ولی باید نمیکن. بهش غذاده مونده شما رو تشویق میکرد یا نه دارم میگه بوده 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 داغه داغه. بگه دام به خود چی گرفته سگه. سلام باده باده داغه داغه خونه داره بچه دار. من اینجا بیدل خان هستم و اگه اسم منو یادتون رفت یادتون باشه که من شبیه یه دونه کفش تو زکم بیتل شیبم. خب آقای فروشنده بگو ببینم چیا داری، هم میتونیم بهش بفروشیم هم میتونیم ازش بخریم. این حشرات مختلف میتونیم بخریم. چی آخه صد تا پول بدم برای این؟ حالا وایسا من چی چیزایی دارم که بفروشم به؟ من این شلوار رو دارم که بپوشم، استفاده نمیکنم ازش. خب تو که سبزیجات و اینچسا نداشتی بزنیم این داره. آقا ما دنبال خیار و گوجه و اینچسا میگردیم. پسر من کادو هستم، من شنیدم که پرنسس زلدا گم شده و اینجور چیزا. خیلی خوشحالم که میبینم دارتون زنده پسر جون. ولی خب بگو ببینم پرنسس زلدا کجاست؟ خب من نمیدونم آقای پرمرد. چه؟ نمیدونی؟ ای بابا حالا فهمیدم، پس پرنسس زلدا جاش مشخص نیست. ای بابا ای بابا. خب پسرم حالا که موضوع اینه بیا احتمالا
میتونی با بررسی کردن اون زمین چیزه بفهمی قضیه چیه. بابا الان 2 ساعت اونجا بودیم آج آقا، اعصاب نداریم دیگه، الان 2 ساعت اونجا زورمون به اون نمیرسه، اون خیلی قویه. اتفاقا اون میتونه به ما جای پرنسس بگه. آخه چه ربطی داره آخه واقعا؟ من بعد کلی سلاح ضد سنگ داشته باشم بخوام برم اونو بزنم. اصلا ایزم بودا بیا پسر جون، بودا بیا استانه بودم چیه بودم پسر یا دختر. بله خب بیا یه مخوانیم معبد، معبد سینکاواک. ان اپلیفتین دیواس، یک وسیله برای بالا بردن. بله جا با بالون های مختلف باید فعالیت کنیم. یه مشعل هم داشتیم های خدا بخواد. اینا شو خبه، البته مشعل نصف نیمه است، این زیر اون گیر کرده. منظور از این کار چیه؟ یعنی بعد این کارا رو بکنم؟ این چوبه هم گذاشته اینجا. خب ما باید یه سری چیزهای دیگه هم داشته باشیم که بخوام اینو بلندش کنیم. اینجوری میچسبونیمش اینجا، خب این هم چسبونیمش اینجا. بعد نه یه دونه اینا رو بخوام برداریم بذاریم اینجا. این نمیتونه بالا این وایسه اینجوری. اونم سنگینه. آره داره تعادلش رو هم میخوره. آره درست شد. خب وزنش زیاد بود. حالا بیا اینجا. الان برات میگردم لعنت بایست. یه پایین والا به قرآن. من الان بایست دو ساید دیگه اینا بسازم. بیا اینجا کار داریم باد. اینجا باشه لحظه. یه دقیقه بایستا ببینیم چی میشه. خب حالا برای که اینو باز کنیم یه دونه اینا ببره زیر اون. بله بله. خب اون بالای چیه به نظرتون؟ نگاه کنم چیزی نیست بریم پایین دوباره. نظر که علکیه بریم برگردیم. خب اونجا دونه پله داریم. چی کار باید بکنیم؟ اینا زیرش چیزیه؟ احتمال باید یه چیز رو بیاریم بالا. یه آتش بسیار بزرگی اینجا هست و یه گوی، این گویه باید برسه به با اون بالا. اوه بعد یه بالون فوق انفجاری درست کنیم مثل این چیزی که اینجا گذاشته. ولی باید توپ بزرگ به نظرم. آره اوکی، چهار طرف رو چسبوندیم. حالا طبیعتا باید چهار تا از ما داشته باشیم دیگه، ولی این دو تا سه تاست. یه دونه کم داریم. خب اومدیم بالا، ببین اینجا دو تاست. یه دونه برای گنده میخواد، اون کوچیکه، جفتشو باید بیاریم بالا.
فقط یه دونه مشعل دیگه نیاز دارم من. بریم از اون ور بیارم. من اینو به زورم که شده میارم. خراب نمیشه بیافت با این. حالا شد. حالا وایس. بچسبونش به اون وسط. دقیقا. مشکل داریم الان. وایسا. یا بس کن ببینیم. حالا خودم بعد یه جوری بیام بالا. همین زود باش. هم مراقبش نیفتیم. این یه دونش. این گوی هم بردار. خب حالا اینجا باز میشه. این اصل کاری این بود، آسونه این بود. حالا سخته اون بساطه. اون چی توش هست؟ حالا یه دونه اوپال توشه، یه دونه جعبه توشه. برو بریم برای اون. خب اولین کاری که میکنیم این دوست عزیزمون رو اتچ کنیم به اینکه این نیفته. بعد شروع میکنیم این یه دونه البته نمیتونه بلند شه. میایم اینو صافش میکنیم. این یه دونه دیگه هنوز هم سرعت پایینه. جا نداره. یعنی چی که جا نداره؟ باید دیگه آروم میاد بالا. حالا من بایستی یه دونه اسند بزنم اگه بفهمم چجوریه. بیا اینجا. اسندو میزنیم. هیچی نیاز ندارم، فقط اینو بردار. اینو از توی میکشیمش بیرون، اون برای دنبال کارش. هله. خیلی معماش جاره. این معماه فکر خیلی آدم زیاد نیست، نیاز نیست بکنه. اجراش درست باید باشه. اون میدونی باید چی کار کنه، ولی درست اجرا کردنش مهمه. ریدم تو اون اوپال. این هم از زور زمره اوپال. واقعا که تروفی هم نداره بگیم تروفی بهمون بده برای این کارهایی که میکنیم. اعصاب خوردش همینه. خب بریم الان اینجا. ما که نمیتونیم اینو بزنیمش. بعد بریم یه سری، ولی فهمیدیم چجور باید بزنیمش دیگه. بعدم فسار میکنم. الان بریم بشه اون نوره، بریم اون نوره چیه. خب
میخوام این قصد برسیم به اون روستایی که بعد نجاتش بدیم. این هر وقت چیز میکنه مسیر خودش میخواد بره، یه نازش کنید که باندتون درست شه. برو بریم. ما میتونیم اون سنگا رو هم ریورس کنیم و بریم بالا، دوباره بپریم پایین، راحت گلاید کنیم بریم به سمت هدفمون. میتونیم از سواری کنیم. این چیه؟ اینا کلم بلوکی داریم. شالاکا! مثلا من این نمیدونم چی میشد. آی اون درخته که اونجا هستن خیلی ترسناکن، اونا شلاکا هستن. اه هستو، هستو همون بود که کراکسی داره بهش میدادیم. مارتی که درخت بیا بیرون. خب مادر سوخته، من چیکار کنم شما رو؟ این بلا رو میخواست سرد بیارم. بسوزونمت. بسوز. او این کیه؟ این رو بکشمش. او چرا هم ای بابا ازش چیز ریخ. بی خیال بابا، یعنی دوندونه میخوای. چش نداشتیم بزنیمش. چش هم نداریم. با فلفل بزنیمش. یه گیر افتادی. ولی نه، رفتی توی سوراخ که من نمیتونم بیام دنباله. لیندورز برو کیو، آره لیندورز برو. ای ببین از همون قارچه هست که میخواستیم برای آشپزی نیاز داشتیم بهش. بسه اینو بگیر. یه تو اونجا دستور پختش دیدم، بیا برایت کپ. اینا رو میتونیم بکنیم تو هوا. خب بچه ها برو بریم که میخوایم بریم غار کردی. بعدش کجاست؟ خب جالب شو. کجا داریم میریم نمیدونم. با جارو که نمیخوام کسی رو بزنم، هیچی نرم که. بس جارو رو یه سنگ رو زمین بعد پیدا کنیم فیوز کنیم بتونیم اینا رو بشکنیم. من میخوام حالا اینو بشکنیم، سنگ ندارم من. اوه ببین یه دونه معبد این زیره. پسر چقدر دم و تشکیرات. اوه نه برو برو برو، بدترین چیز دنیا اینجاست. برو بالا برو برو برو، بدترین چیز دنیا اینجاست. یعنی بگیره تو مردیم. برو تو زود، برو تو، برو تو. وای ریدم تو خودم. این هیولا رو یه بار دیگه به پستم خوره بود. بد چیزیه، میکشه فقط. اوه اینه که فرق میکنه. یا خدا، راروز بلسینگ. لطف رارو. جاروه رو ببین زایه هست، یه چیزی هست. اصلا ما الان اینجا نیومدیم چی میشد؟ اینا رو نمیدیدیم؟ هیچی، این فقط یه دونه همون نورا بخواد به اون بده. خب حالا هنوز مشکلمون حل نشده، اومدیم بیرون. بذارش رو اسنت که به معنی بخواد خربازی در بیاره فرار کنیم. از اینجا هم نمیشه اسنت کرد. کجا میشه اسنت کرد؟ چرا آب قرمز نمیشه؟
این چیز بدرقمیه. هیچ کارش هم نمیتونم بکنم اینو الان. چش داره بایسا سری برو بالا، برو سری، سری برو بالا، اصلا پایین هستا میکشه، برسه به همون تمومه، اونو هیچ کارش نمیشه کرد. ببین کجا بودیم، فقط دو روز بعد بالای کوه در اومدیم، یه فرار کردم تمام شد. خب حالا اینجا از این پرش چیزا داریم، چیزی هم دورش یا نه، بریم حال کنیم فقط به همین زیبایی. بابا برم زیرش وایسم فکر کنم. آره نه تو آب که تو آب نمیشه. چجوری برم اونجا؟ آب وسیله بسازیم. می‌سازیم. داریم همش چیز نیست. بله خب. حالا دونه دونه میریم نزدیک. برسیم زیر اون دیواره. داریم اولا یه پل چوبی میزنیم. یه راهله، راهله من برای که برسم زیر اون دیواره و بعد که رسم اینجا اسند بکنم. بایستا این راهله من برای رسم به این پرندرم زریم نشد دیگه، چیکار کنم؟ میذاره بریم بالا. اینو بیار کن. چه موسیقی عجبه میذاره. حالا باز نشه درش. واقعا مسخره است اگه نشه. چرا؟ بیا اول بعد اینو بهش بزنیم. این الان مپو برای ما باز میکنه. بفهمیم چی به چیه اینجا. فقط فست ترابل نیست. حالا بریم حرکت زیبا. اولش یه حرکت اینجوری رو میزنم برای شناسایی که اسکن بخوایم بکنیم. یس. حالا اسکن کن. اطلاعاتو به پایین میدیم و بعد اطلاعات ثبت میشه. همه چی رو نشون میده یه جورایی. ببین تازه الان یه بخش که دنبالش بودیم تونستیم بفهمیم. اونجا هایرول ریج اسمشه، اونجا تاباناتا فرانتیر اسمشه مثلا. ببین بعد آسمونش هم یه مش چیزای بالای آسمونش هم هست. اوه بله. خب این کجا اومدم فقط؟ همین الان صاف بریم سر این ساختمون بالای آسمون رو ببینیم چیه. اگه تموم نشه، اگه استامینامون تموم نشه شاید بتونیم برسیم بهش. باید به تهاش رسیدیم دیگه. حتی فکر کنم من بتونم یه چیز بخورم، یه از این قارچ مارچه ها ببینم کدومش استامینا میده. اینا میتونم اینو بکنم بخورم پرش. حالا بذار موقعی که داشت تموم میشد چون به نظرم جالب بریم ببینیم این ساختمونه چیه که تو آسمون هست. من الان امتحانش کن. یه کمیش پر شد تا اونجا میرسونتمون. ببین اینو الان بساط بود برای بالا اومدن ازش. همین زیبایی واقعا این که بدون لودینگ دیوانه کننده است. این که این محیط ها اینقدر قشنگ بدون لودینگ
شو او تلپورت کارج آیلند، جزیره شجاعت. بپرم وای ببین چه کار جالبی. آخرش چی بهمون میده؟ برو از اون بر یکم گلاید، یکم گلاید، یکم گلاید. ادامه بده. حالا بریم تو آب. جایزه اش چیز سبز گنده. یه دونه چیز بهمون داد از اینا. جالب بود. خوبه یه دونه شراین پیدا کردیم. شراین چی؟ باشه این پرنده هم کرم شبتاب هم به درد میخوره به نظرم. ندارم چیز بزنمش. کرم شبتاب بگیر. ندارم چیزی. سلام، گریتینگز، خوش اومدید. اینجا یه مکانی برای یک چیزی، برای مراسم شجاعت. شجاعتی که شما با پریدن از آسمان خودتون نشون میدید. هیچ چالشگری تا الان به این جزیره نیومده و خیلی وقت نیومده یعنی، و خوشحالم که شما اومدید. من دیدم که یه مدت پیش شما یه شیرجه خوب زدید و به نظر میاد که شما آماده باشید برای این کار. پس بریم شروع کنیم. بریم دایو سرمونی رو آغاز کنیم. مراسم شیرجه زنی. بذارید براتون یه چیزی توضیح بدم قبلش. این مراسم شیرزنی یک نوع آزمونه که شجاعت شما رو بررسی میکنه و اینو زنایه ها از دورانهای گذشته انجامش میدن. نقطه استارت این ماجرا در آسمان هاست، اوکی؟ و این کسی که از این بالا میپره باعث از بین تمام اونا رد چه. خب که میدونستم. 3-2-1. حالا بعد توی یه زمان به خصوص این کارو بکنه. زماندار شد حالا. بعد یکم با گلایت بیارمشون بر. رکورد رو زدیم. بله، من واقعا خوشحالم که این شجاعت شما رو دیدم. لباس خفنه به خیلی حرفه‌ای بهمون داد و باعث میشه این لباسه که تو هوا وقتی این برمون بر میریم قشنگ‌تر بتونیم این برمون بر کنیم برای رکورد زدن بیشتر. میگه اگه بتونی اینو تو 20 ثانیه بزنی چی؟ آیا حاضر یه بار دیگه انجامش بدی؟ آره ولی بس صبر کن لباسم عوض کنم. بله ببین این الان سرعت حرکتمون هم بیشتر میکنه. وای چه چیزی هم هست. ۱۹۸۹. خیلی ترسناک بود بسه. واقعا الان شجاعت بخواست این کار. دیگه نگی مثلا 10 ثانیه اینو برا. بله اولین لباس رو به دست باریم. ایول من خیلی دوست داشتم یه لباس جدید داشته باشیم. باز یه دونم اینجاست. تونیهی شراین کامبت ترینینگ آرچری، تیر کمون زنن. حالا آموزش تیر کمون زدن. میکنم باید بپریم تو هوا بزنیم. اشاره بله برو بریم.
دیگه تیر کمانتو وسط هوا در بیار تا صحنه آهسته بشه. برو بریم. حمله دیگه نکن، فقط تو هوا باید صحنه آهسته باشی. برو بریم. دارم میزنم دیگه، این چیه پس؟ خب ارمو نداریم چیکار کنیم؟ برای مال اینا رو بردارم؟ تو به ما میدادی چند تا ارمو اینا، 200 تا اینجا هست. حالا وایسا تیر کمونه رو عوض کنم. صحنه آهسته میشود، صحنه آهسته میشود. زیبا، well done، حرکت ها زیباست. من همیشه تو کف بودم ملت چجوری این کار رو میکنن. با حالا شد سه تا. برو بریم، حالا نشونه گیری میگه بس بکن. بابا گوشی کنده شد کلش، اونم کنده شد کلش. تمام، هد شد صحنه آسته. بسته بیا پایین باشه. این تیکم و مزخرفمون رو بذاریم اینا رو بردیم. بله تو استادی خودتو مشخص کردی پسر جون. واقعا هم باحال بود. الان داره اوپال میخواد به اون بده. وا استرونگ 11، خیلی فهم کنه با این زباله هایی که من دارم. خب اینا انجامش دادیم، حالا میمونه که بفهمیم کجا باید بریم در ادامه. بپرم پایین، شاید توی این یه چیز جدیده باشه. اینو اینجا گذاشته. نه دروهت، داشتیم میرفتیم آنها کن. ترسنا که واقعا من از بلنده میترسم. خب اینو بعد از این چیزا بهش بدیم. 5 تا براش میذارم. این یک سه بال به اون میده. او ببین بالون بهمون داد. ایول بمب ساعتی بهمون داد. بمب ساعت دیگه هم چیزی که تو یک قرارت های بازی اول ولی اینجوری بهمون دادش. ایول بمب ساعتی خیلی چیز خفنی بود. خب حالا بریم اینجا دیگه، بپریم پایین فکر کنم اینجا ره. آقا خب بریم اونجا اونوری، اونجا این از اون چیز هست. بریم بزن نگاه کنم بریم زیرش چیزی نبود. دیگه بریم از بالای قارچا میریم. نه دیگه خاموش کن، خاموش کن، خاموش کن. حله برو بریم ببینیم اونجا چیه. اونجا آسیاب بادیه. اوه اینجا رو ببین، یه دونه استابل دیگه است. بله سلام، الان میتونیم اینجا بخوریم خبر کنیم اسمون هم بیاداره. خب بعد که زدیم اسمون رو برامون بیاره، گفت که اگه دارین به سمت شمال به سمت ریتو ویلج، اونجا جای خیلی سردیه، اینجا یه کسی به اسم بیدولی هست، برو باهاش صحبت کن، میتونه بهت راهنمایی کنه که چیکار کنی. خب بریم ببینیم این کسی که دنبالشیم و میتونه بهمون یه راهنمایی کنه کیه. بدبختی اسمشون رو نمی‌نویسه. بگم این نیست. اینا شو بیدولی، این همونی که از اون
شهری که ما میخوایم بریم بهش اومده. خیلی خوب باشه، من میرم اونا رو برشون میدارم. داشتم هم حرف بزنم. سب کن ببینم، تو میخوای با خانم بانجی صحبت کنی؟ منو ببخش، من وسط یه مکالمه با ایشون بودم. من از ریتو ولج اومدم، از شمال غربی، همونجایی که ما هدفمونه. و خب تاجرین هم دیگه نمیتونن خیلی به راحتی بیان به روستای من، به خاطر اینکه یک سرمای شدیدی اونجا هست. حتی ما خوشبخت بودیم که یه سری آدم های اینجا هستن که استبلشون اینجور چیزها رو در اختیار ما میذارن و برامون تجهیزات بفرستن، و به لطف اینهاست که بچه های ما هنوز شکمشون پر هست. بانجی داره این حرف رو میزنه، میگه بانجی میگه نه حرفش هم نزن بابا، ریتو میگه ریتو همسایه خوبی بودن برای ما روستایی بی تو، و ما داریم لطفشون رو بهشون برمیگردونیم. حالا بهم بگو ببینم چیز دیگه هست که بهشون چیز داده شده بهت بدم؟ من میتونم همه رو برات ردیف کنم، بسته‌بندیش کنم و فردا بدم ببری برای خونتون. واقعا نمیتونم چجوری از تشکر کنم بخاطر این لطفت. خب این راهنمایی شما که اونجا بلیزارده، سرده. خب یعنی ما باید مثلا نمیدونم غذای سرد، غذای برای که هوای سرد درست کنیم این حرفا. بذار این ماهی رو، یه ماهی با یه فلفل ترکیب کنیم، یا نه با چند تا فلفل. فلفل رو میدونیم دیگه که تأثیرش چیه دیگه. پپر سی فود، غذای دریایی، چیز چی میگن، فلفلی. خب ببین اصلا این فروشنده داره یه مشت پروانه میفروشه، نوشته این چیزه رو، این پروانه قرمزه رو با بخش های بدن هیولاها بپز تا بهت یه چیزی بده، یه اکسیر بده که تو رو گرم نگه داره. خب حالا من هنوز نتونستم اکسیر درست کنم متاسفانه. من نمیدونم بخش بدن هیولا یعنی چی؟ این مثلا این جزش بوکپلین هورن، آیا این جز بدن هیولا محسوب میشه؟ خب اینو با چی مثلا قاطی کنیم که بشه اکسیر؟ بذار یه دونه با این بکنیم، با این سبزه ببینیم میشه؟ بله شد. شاک رزیستنس برای 3 دقیقه و 40 ثانیه. خب پس ما یه چیزی پیدا کردیم که میفهمیدیم به در کارمون میخوره. خب حالا اینو نگه دار، برای که بخوام مقاومت در دمامون بره بالا ستاشو بذارم، یعنی یه ریسک اینجوری بکنم. برو بریم برای یه ریسک زیبا. اوه ایست خفه میخواه بده. واه یه دونه اسپایسی الکسیر فوق خفن، 8 دقیقه و 40 ثانیه در برابر گرما بهمون تو هوای سرد حال میده. خب حالا بذار برای پس هوای چیزم درست کنیم دیگه. نه بدن بخش هیولاها رو با 3 تا دونه از این قاطی کن. اکسیر چیلی که این مثلا اگه بریم 13 دقیقه مثلا تو صحرا اگه باشیم حسابه بهمون حال میده. خب مثلا نگاه کن، این سنگ نمک راک سالت، اینو با یه دونه گوشت ترکیب کنم ببینیم چی میشه. غذای کباب نمکی مشتی. ایول ببین الان این خودش استامینا میده، این عسل هم که پیدا کردم اینم استامینا میده. حالا اینو با عسل ترکش کنیم چی میشه؟ امیدوارم خرابکاری نشه. دو تا خونه به اون استامینا میده با 5 تا جون. چی اسمش این؟ غذای چی میگن؟ سبزیجات بسیار خوشگل. کیف کردم اصلا، کیف کردم واقعا. خب حالا باز مپمون رو باز کنم ببینم کدوم وری باید برم. خب ما باید بریم به سمت این بالا و بعد از این اینجا یه دونه دره عجیب غریبی هم هست. خب ولی اینجا یه دونه فلش داره، به نظرم اینجا مکانه که ممکنه ازش رد شیم، نمیدونم شاید هم نشه. ببین این شمال، اینم شمال غرب، دارم نگاهش میکنم. خب اسب ما رو بدین آقا، اسب ما کوش. ببین اگه اسبتون رو تو دنیا گم کردید بیاید اینجا صحبت کنید. خب و بگین take a horse. میبینید که مثلا نگاه باند من الان با این بچه 59ه، یعنی هم تو باش بهتر باشم 100% بشه دیگه، یه اسب مشتی میشه. بپریم بالا.
برو بری. هر وقت نافرمانی کرد بایستی یه دستی بهش بزنیم. آه مثل که پول هست، ولی پول ها توی اون چیز نمایش داده نمیشه. تابلوس؟ آره اومدم. اون دفعه یاد گرفتیم دیگه چجوری بود دیگه، به همون نشون داد. ببین یه دونه از اینا رو سری اینجوری میاد اینجا باییم سری اینو بذاری، این میخواد از این وری بذارتش دیگه، بذاریم اینجا یه دونه، بعدش یه کوچولو هرم برم داریم مثلا، بعد آرو نگه میداریم میچرخونیم بیایم. خب این هم میذاریم اینجا، این من قانونا این کار انجام بده برامون دیگه، بلش کن. بله تکنیکشو فهمیدیم دیگه. خب بیا الان مشو عزیزم بده تشکر کن ازمون. بای پرزیدنت سرش موت. واقعا شگفت انگیز بود. واقعا فکرش نمی‌کردم بزنم همون حرفا رو تکرار می‌کنه. بله روبی بهمون میده. 20 تا روبی دیگه بهمون داد. اون رفت دنبال کارش، ما اینم درست کردیم. این کیه اینجا وایساده؟ نامستم هر سمت نگاه یه کسی وایساده یه کاری می‌کنه. من میخوام برم تمرین کنم امروز دوباره تا بتونم بهترین و خفنترین جنگجوی ریتو در جهان بشم. جنگجوی ریتو؟ آره تو کی هستی؟ سب کن ببینم. مثل که در برابر این بزرگی و منش من حال کردی با هم ها؟ آه فکر کنم اون حرفایی که داشتم برای آماده سازی هم انجام میدادم و شنیدی. آه به مدار خجالت کشتم از این حرف. ولی خب ما که تو ریتو هستیم این تواناییه که کنترل کنیم باد رو یک ویژگی ماست و ما از اون استفاده میکنیم و با هیولاها میجنگیم. اینا میتونن از باد استفاده کنن، برای همینه که من هر روز تمرین میکنم که بتونم از باد رو کنترل کنم. بگو ببینم برات جالب نیست که یادت بدم چجوری باید از این استفاده کنی؟ چرا نه، البته که خوشت میاد این کارو برات بکنم. مثلا اینکه تمرینای منه کش اینه که از بالهام استفاده میکنم، وقتی یه توپی دارم مثلا اینجوری باد بزنم پرش رو عقبت دوباره. نظر چیه؟ میخوای امتحان کنی؟ برو ببینیم. خب همه چی آماده است، برو بریم. صبر ندارم این کار رو انجام بدیم. من بعد قدرت هم استفاده کنیم. ای بابا خیلی تون زدی. نشد. ای زیرش رو نگاه کنی. نمیگیره خو. اون بریا رو من اصلا نمیتونم بزنم. بگو نخواهی ندی دیگه. خاله چی میشه نتیجه؟ باختیم یا بردیم؟ همش همین بود؟ خیلی خوب الان میام پایین. واقعا عرقمو درآوردی. خوب بود یا بد بودی؟ 5 تا پوینت به دست آوردی. بد نبود. شاید یه مقدار تو رو دست کم گرفته بودم شما های رولی ها رو،
و شما از اون چیزی که میکنم باوشتری. ولی خب میتونی بیا 20 تا اون داد. خب خدا رو شکر پولی که از اون گرفته بود پس داد. میخوای امتحان کنی دوباره؟ نه. یه بازی بود دیگه، حالا بازی کردیم. دقیق نبود، برای همین نمیخوام دوباره بازی کنم. یا به پر بریم اصلا عزیزم. نه کجا باید بریم ما؟ این آدش هم کردیم. کجا داریم میریم؟ اینجا چیه؟ اینجا چیکار داری میکنی شما؟ بسیاری دم دستگاه گذاشته برای خودش. سلام، شما اومدین این پایین که من نجات بدید؟ بله، اومدم این تو رو نجاتت بدم. واقعا ممنونم ازت. من داشتم میرفتم به سمت روستای ریتو که خب این اواخر خیلی سرما بهش زد و وضعشون خیلی خرابه، تا براشون موسیقی بزنم و یکم براشون تجهیزات ببرم. ولی خب یه دفعه این گاریم وسط راه اینجا توی راه گیر کرد و من افتادم داخل این سوراخه و از اون موقع تا الان همینجا اینجا گیر افتادم. اصلا من فرار کرد رفت و دیگه من نمیتونستم کل تجهیزاتم اونجوری چیزام خراب شد. تنها چیزی که برام مونده اون واگن است. حالا جالبش این چیه؟ این آدم رو نجات بدیم میتونه الان همونجایی که ما میخوایم بریم میخواد بره اینا. ولی هنوز نفهمیدم که چجوری خودم و واگنمو از این سوراخ بکشم بیرون و همینجوری موندم اینجا. برای همین موندم اینجا دیگه. ولی خوشحالم که یه نفر اومده منو نجات بده و امیدوارم که تو یه نقشه برای آزاد کردن من داشته باشی این سوراخ. آره با اینا ببرم بیرون. خب من یادم ایدم رو تغییر دادم، ولی فقط یادم یله انداخته بودم برای چی اینجوری شده. ولی خب بذار این دفعه که رفت بالا خودم اسند میکنم. خب قبل از بهم میگم من سوار شه. خب حالا ما این دفعه میریم بالا خودمون. این یه ذره بیاد بالا من میگیرم خودم میارمش بالا. اصلا نیاز کامل بیاد بالا. اینو بگیر. همین دیگه تموم. اوورند بیرون از سوراخ دیگه. نگی نیمدم بیرون ها. به این خوبی اوورند بیرون. آواره نسیبه. من بالاخره اومدم بیرون. واقعا نگران شده بودم که قرار بود اینجا گیر بیافتم و نابود بشم و این حرفا. ولی خب تو این کار انجام دادی و ممنونم واقعا ازت. اگه نیمده بودی من نمیدونم چقدر طول میکشی که اینجا گیر بیافتم. ولی حالا که بهش فکر میکنم اگه من چنین تصمیم اشتباهی نگرفته بودم که وسط این اوضاع خراب آب هیور را بیفتم بیا خب برم اینجا، همچین اتفاقی نمیافتاد. شاید اوضاع یه جور دیگه میشد. منظورم اینه که تمام اون تجهیزاتی که من با خودم جمع کرده بودم که بیام به مردم روستای ریتو کمک کنم همشون خراب شدن دیگه. بس به چه درد بخور الان اومدن من به اینجا؟ من حالا ادو بگردم به استابل تورترز و اونجا با بقیه افراد اونجا همراه بشم. ما استابل داریم به اسم تورترز که یه گروه موسیقی هم هستیم و اینا این برنامه رو میریم موسیقی میزنیم برای ملت. اگه حد زده باشم توی مسیرمون به سمت نزدیک وودلند استیبل هست در منطقه الدین و من بعد از اینکه این چیزا رو تحویلش بدم این گاریه رو میرم دوباره به گروهمون میپیوندم. پس تو منطقه الدین وقتی اینو حالا که نجاتش دادیم یه گروه موسیقی دوستامون هستن. آدم های زیادی اونجا هستن که از شنیدن موسیقی ما لذت میبرن. و یه چیز دیگه هم هست. مرسی بیا اینو بگی به خاطر لطف کم داشتی یه دونه اسد و دونه اصل بمون داد. برو برو مار کارت فایده نداشت. ولی خب چون مهارت جالب بود اشکال نداره.
اکسپی نمیده که آدم دلش چیز نشه، ناراحت نشه. نه نمیشه بکنیم؟ یا اسب عزیزم، پسر جون آفرین، بپرم بالا یه ناز شما کنیم. خب حالا بعد همین جاده رو ادامه بدیم برسیم به اونجایی که میخوایم. دقیقا برو این صحنه رو به ما از اون بر اومدیم، از اون بر دوره انداخت اومدیم این بر. چی بود؟ واو اون دیگه چیه؟ کلم بود. وای به اون حمله شده. برو اون بر آه من این به مناطق سردسی اینم استرب داریم اونجا. الان ببینید دما اون سردی شکم میاد بالا، ولی من بخواهم چون لباس تنمه اصلا مشکلی پیدا نکنم برام پیش بیاد. خب لاکی کلاور گزت حالا پیاده شو. خب پیاده شو بریم اینا رو برداریم. اینا برای آتشه. خب نه اینجا استاب نیست که نیست از یه چیه؟ این یارو پن شد اینجا دفتر مجله همون روزنامه نگاره است. گفته این سردبیر ما خانم تریسی داره آماده میشه که اون سرمقاله پرنسس زلدا و گمشدنش رو اینجا بذاره توی اینجا. تو برای روزنامه اومده اینجا، خب میتونی با من صحبت کنی؟ داره حروف چینی میکنه فکر کنم. آره نه داره نقشه ها رو میچینه. گفت منم معاون اینجا هستم. صبر کن ببینم خودتی. باید بگم که خوب تونستی خودت برسونی به اینجا و ما رو پیدا کنی. ای بابا واقعا سفر طولانی رو اومده اینجا تا برسی به اینجا و کارت خوب بوده. خب اون بهمون گفت که خیلی خوشحالم تونستی تا اینجا بیای. خیلی هستن که وقتی اصلا بهش میگن بیا اینجا بیخیالش میشن، ولی تو اومدی اینجا و فکر کنم الان میخوای تو روزنامه کار کنی. یه دفعه زنه گفت آه ساکت باشید کار داریم. چرا گوش نمیکنی پن؟ بهت گفتم که من سرم شلوغه و تو همش داری رو اعصابم راه میری. و یه چیز دیگه، من اینجا رو خریدم که از صاحبش خریدم بعد از اینکه با هم دیگه به یک توافق رسیدیم، نه اینکه اینجا یه دونه استابل ناکار بیکاره بودی که ما اومدیم توش وایسادیم کار میکنیم. چرا توهین میکنی به خودمون؟ میشه اینقدر به مردم نگی که من اون طرف سرش کلا گذاشتم اینجا رو خریدم؟ آی من واقعا متاسفم تریسی، ولی خب اینجا یه کسی داریم که میخواد گزارشگر جدیدمون بشه. میخواستم بدونی که واقعیت چیه اونا. چی؟ یه گزارشگر جدید؟ تو خیلی شبیه چی؟ لینک ببخشید پن، ولی میشه یه لحظه به من این دوستمون فرصت بدی؟ برو بیرون یه لحظه. واسه که لینک خودتی؟ خب حالا نظرت چیه که کل داستانم به بگی لینک؟ من سردبیر این روزنامه لاکی کلاور گزت هستم و اگه اتم تابلو بود که این هم چیزی هستم، ولی خب نگرانش نباش. من میدونم که تمام کسایی که تو این قضیه‌ای که پورا و این پرنسس زلدا اصلا قضیهشون چیه. حالا بهم همه چی رو بگو که دقیقاً چی شد که اومدی اینجا؟ هیچ دیگه، دنبال این روستاهای مختلفیم داریم میریم، چارگوشه امپراتوری رو میگردیم ببینیم چه خبره. جالبه، پس برای همین بود که پرنسس زلدا از تو خواست که بری این مکان‌هایی که آپ هیول شده رو یه بررسی بکنی، درسته؟ خب واقعا ایده خوبی بودی که اومدی اینجا، چون میتونیم هم کمک کنیم. منظورم اینه که ما داریم از سر تا سر هایرول یه سری اطلاعاتی به دست بیاریم، بنابراین ما میتونیم
در اختیار تو بذاریم اون اطلاعات رو و تو بفهمی کجا باید بری کجا نباید بری. و بین این اطلاعاتی که ما میگیریم شنیده که مثل یه نفر که خیلی شبیه پرنسس خانم بوده توی مکانهای مختلف های ظاهر رو میشه و غیب میشه. من میخواستم همین آقای پرنده پنر رو بفرستم بره دنبال این سرنخهایی که بود، ولی نمیگم به پن که تو کی هستی، اینجوری بهتره چون اگه نفهمه تو کی هستی راحت‌تر کارش انجام میده. نظرت چیه؟ میتونی با هم کار کنی؟ البته که من برای رایگان نمیگم این کارو برام کنیم، میتونیم کارهای خوبی با هم انجام بدیم. اوه چه لباس عجیب غریبیه، اون لباس چه اینجوریه؟ تادا یه این یه آرمور قورباغه‌ایه، آرمور قورباغه‌ای رو نگاه کن. با این تو میتونی به حتی میتونی به سطوح یخ و که لیز میخورم بری بالا. ایوان ما نظرت چیه؟ چیز خوبیه به نظرت، با ارزشه. آره آره به حال این پیشنهاد منه. پن برگرد داخل دیگه، پن هم اومد داخل. از الان به بعد ایشون همکار جنابالی هستن آقای پن. خیلی خوب، خوشحالم که این سردبیر اونم فهمیدی که تو چقدر بچه خوبی هستی. اینا میخوایم با هم کار کنیم دیگه. خیلی خوب، شما دوتا دیگه برید اون کاری که باید لازمه انجام بدید و تمام استبل هایی که ما رو برسونن، همون استبل ها رو برید بررسی کنید. استبل ها جایی هستن که مردم هی با هم دیگه صحبت میکنن، کلی اطلاعات مختلفه، میتونه به ما خبرهای مهمی بده. دیگه اون موقعی که من همه استبل رفته شدم باز تموم میشه. اوخ بس که پل خرابه. بله بس که پل خرابه. خب به نظرم دیگه این قصه رو همینجا ببندیمش. من خواستم برسیم به روستا، ولی فکر کنم دیگه اینجا یه چالش جالبی داریم که میخوایم این بخش برفی رو با هم دیگه تو اون چالش رو بریم حلش کنیم. تا اینجاش اومدیم، هر قسمت پروپیمونی شد، ولی خب دوست داشتم یه خط کاملی که بازی میکنیم و با هم دیگه تجربه کنیم. مرسی که با من بودید. حتما نظرتون در رابطه با این که به راحتی میگم یکی از بهترین بازی‌هایی که تو عمرم بازی کردم، برام بنویسید و تا قسمت بعدی خدافظ.